پادکست عملیات نظامی نیرو هوایی روسیه در جنگ داخل سوریه در خدمتون است در تاریخ 26 اوت 2015 در دمشق توافق نامه جهت اعزام گروه هوایی نیرو هوایی روسیه به پایگاه همین بین روسیه و کشور سوریه به امضا رسید در روز پس از امضا قرار داد یعنی میشد تاریخ 7 سپتامبر 2015 نخستین یگان از ارتش نیرو هوایی روسیه ارتش خدمات زمینی جهت آماده سازی آشیانه ها و تجهیزات و زیر ساخت وارد پایگاه همیم سوریه میشه یزده روز بعد یعنی تاریخ 18 سپتامبر 2015 نخستین چهار فروند از جنگنده های سخو اس ام از مبدای هوایی پایگاه دومنا مستقر در منطقه نظامی سیبری وارد سوریه میشن و 24 ساعت بعدش یه اسکادران کامل شامل 12 فروند جنگنده های ضربتی 25 نیره هوایی روسیه به منطقه اعزام میشن حالا توی بازی 14 روزه خدمتون ارز کنم 12 فروند جنگنده با مفکن سوخو 24 ام و چهار تا از جدیدترین جنگنده های هوایی روسیه یعنی جنگنده سخو 34 به گروه قبلی ملحق میشن با توجه به اون بعد جغرافیایی و بعد مسافت بین سوریه و روسیه نیرو هوایی روسیه مجبور میشه بیش از 280 نوبت پرواز به منظور انتقال و تجهیزات و لوجستیک به پایگاه همین در دستور کار خودش قرار بده که حالا مهمترین این نقل و انتقال ها محموله ها انتقال 20 بالگرد رزمی بوده از اون میل 24 میدونید که پایگاه همین با خط مقدم نبرد 24 کیلومتر بیشتر فاصله داشت اینا هم این اطراف پایگاه رو توسط این بالگردا پوشش بدن با گشتنی پوشش بدن حالا تو این نقل خدمت کلیه مخاطبین عزیز پادکست اخبار نظامی ایران جهان امروز با پادکست عملیات نظامی نیروی هوایی روسیه در جنگ داخلی سوریه در خدمتتون در تاریخ 26 اوت 2015 در دمشق توافق نامه جهت اعزام گروه هوایی نیروی هوایی روسیه به پایگاه همین بین روسیه و کشور سوریه به امضا رسید. در روز پس از مقرر امضا قرار داد یعنی میشد تاریخ 7 سپتامبر 2015 نخستین یگان از ارتش نیرو هوایی روسیه ارت خدمه زمینی جهت آماده سازی آشیانه ها و تجهیزات و زیر ها بارده پایگاه همیم سوریه میشه یه روز بعد یعنی تاریخ 18 سپتامبر 2015 نخستین چهار فروند از جنگنده های سخو سی اس ام از مبدع هوایی پایگاه دومنا مستقر در منطقه نظامی سیبری وارد سوریه میشن و 24 ساعت بعدش یه اسکادران کامل شامل 12 فروند جنگنده های ضربتی سخو 25 نیره هوایی روسیه به منطقه اعزام میشن حالا توی بازی 14 روزه خدمتون ارز کنم 12 فروند جنگنده با مفکن سخو 24M و چهار تا از جدیدترین جنگنده های نیرو هوایی روسیه یعنی جنگنده سخو به گروه قبلی ملحق میشن با توجه به اون بعد جغرافیایی و بعد مسافت بین سوریه و روسیه نیرو هوایی روسیه مجبور میشه بیش از 280 نوبت پرواز به منظور انتقال و تجهیزات و لوجستیک به پایگاه همین در دستور کار خودش قرار بده که حالا مهمترین این نقل و انتقال ها محموله ها انتقال 20 بالگرد رزمی بوده از اون 24 میدونید که پایگاه همین با خط مقدم نبرد 24 کیلومتر بیشتر فاصله داشت این هم قصن این اطراف پایگاه رو توسط این بالگردا پوشش بدن با گشتنی پوشش بدن حالا تو این نقل انتقالا کم بود تسلیحات هدایت دقیق برای نیروهای هوایی روسی کاملا محسوس بود مثل همین جنگ بین روسی و اوکراین که از صلاح هدایت دقیقی و حواب ماش استفاده نمیکنه آنچنان چه فرماندهان نیرو هوای روسی امیدشون به سامانه جدید SPV قرار گرفته رو بمبافکن سخو 24 و بمبافکن توپولف 22 ام بود نا به این امید بیشتر بودن تا استفاده از سلاح های هدایت دقیق این سیستم هم به این نفس حالا خدمت بعضی از دوستان که مطلع نیستن SPV چی هست سیستمی از داخل کابین هواپیمای جنگنده حالا بمب افکن توپلو 20 به صورت پوشمن اتوماتیک به خلبان میگه تو چه ارتفاعی تو چه سرعتی حالا چه زاویه‌ای بمب رها کنه که به هدف بخوره کار کرد شما حالا بخوام براتون مثال بزنم اینه که مثلا فرض کنید جنگنده سوخ 24 داره تو ارتفاع 100 متری با سرعت مثلا 1000 کیلومتر در ساعت داره حرکت میکنه این سیستم مثلا بهش میگه در فاصله 10 کیلومتر از هدف این بمب رها کنه این ها کنه که میگن ادعا دارن با همون کیفیت بمبای دقیق به هدف برخورد میکنه حالا بریم بر سر نخستین حملات شروع حملات نیروهوایی هوایی روسیه بر علی مخالفان اسد اینم خدمتون عرض کنم که نیروهوایی روسیه فقط محدود به گروه های تروریست مثل داعش و نصره نبوده خیلی حملات گسترتری یعنی هم به نیروهای به نیروحای مخالف بشار اسد بوده با توجه به اینکه محور اصلی زرادخان نیروهای روسیه کاربردشون تسلیحات غیر دقیق بود و خلبانی که حال تو میدان رز بودن با تجربه بسیار کم و با پایینترین سطح عملیاتی تجربه عملیاتی وارد میشن تو حال هم که از وزارت دفاع روسیه پخش شد نشون از دقت پایین در انهدام اهداف بود حالا ویدیو کلیپ های بسیار زیادی هست تو یوتیوب میتونید ببینید مثلا با مفکن توپولوف 22 بمبار که پرتاب کنن این ویدیو هم پخش شد مثلا شما فرض کنید میخواد چند تا از این مخازن های مثلا سوخت بان هده میکنه بمبا به فاصله حداقل مثلا 20 متر تا 30 متر به هدف اصابت میکنه هیچ آثاری تخریبی هم بهشون نمیگذاره و همچنین با توجه به مجهز بودن نیروهای داعش به سلاح های دوش پرتاب فراسه جنگنده هاشون جرأت اومدن پایین‌تر از ارتفاع مثلا 4 کیلومتر نداشتن که بتونن با دقت بیشتر اهداف و مورد حساب قرار بدن از این ترس داشتن که توسط سالهای دوش پرتاب مورد هدف قرار بگیرن تاکتیک پروازشون هم به این نحو بود که در دسته های 4 تایی تا 9 تایی اقدام به پرتاب بمبایی سقوط آزاد و آتش زام که خب بازم مصبر ثمرانه نبود خیلی اهداف بعد نگاه میدن درست مورد اصابت قرار نگرفته تا اینکه تاکتیک نیروی هوایی روسی عوض میشه علاوه آموزش آموزش‌هایی که دیده بودن تاکتیکشون توسط فرماندهانی نیرو هوایی عوض میشه این صورت میشه که از ارتفاع بین 4 تا 5 کیلومتر با همون سیستم اس اقدام هر جنگنده به صورت انفرادی اقدام میکنه به حمله به اهدافی که حالا در نظر گرفته شده و بعدش توسط پرنده بدون سرنشین روسیه خدمتتون رو که عرض کنم اون محل اصابت هدف کنترل میشه و در صورت لزوم توی بازه زمانی بین 5 -6 تا 6 دقیقه مجدد توسط همون جنگنده به همون هدف دوباره حمله میشه مطمئن بشن که هدف کامل از بین رفته یعنی سیستم یعنی طریقه پرتاب طریقه بمباران هدف کلا عوض از چند فروندی به تک فروندی رو میارن ارتفاع پایین اون سیستم SPV با, با پهباد کنترل میشه ببینن یعنی هدف کامل از بین رفته یا نه حالا بعد از گذشتی یک ماه نیرو هوای روسی میشه اولین شکار خوب خودش رو به دست میاره اونم کشتن یکی از رهبران ناماشنای داعش بود به نام زهران البش که توی جلسه اون مقر جلسه رو بمبارون میکنه و باعث کشتان و فرمانده ارشد داعش و خیلی از نیروهای تحت امرش بشه البته سیستم و تاکتیک نیرو هوای روسی به همین منوال ادامه پیدا نمیکنه و در هفته اکتبر 2015 ناوگان نیرودرهای روسیه با شلیک 26 تیر موشک کروز 100 به, صد به صد. کروز 100 صد به صد و دام دقیق تعدادی هدف داخل اون رو... کشور روسی انجام... به سوری انجام میده همون هم تلفات زیادی از داعش میگیره و این دفعه حملات بسیار دقیق بوده دونستان ده حملات دقیقی توسط جنگنده های سخصی 4 با بمبای هدایت دقیق به 500 مدل اس که به هم ماهوار گلوناس روسیه هدایت میشن دونستان اهداف بسیار دقیقی ره یعنی بمبایان بسیار دقیق انجام بدن اینا به اظهار خود پرمانده ها هوای روسیه با توجه به گرون بودن این مهمات هدایت دقیق زیاد از خودشون رقبت نشون نمیدن که حالا اینجا تو این ازش استفاده کنن خدمتتون عرض کنم استفاده از بمبای هدایت دقیق هم فاب 500 یه سری زیر میخواست می‌خواست مثلا سامانه تاسیس خطا خطا و نظارت SDCM بود که تو سوریه مستقر نشده بود و اگه اینا مستقر شده به کمک اون ماهواره گلوناس روسیه به شکل قابل توجهی اهداف به صورت دقیقتر مورد حساب قرار می‌گرفت. به هر حال پس از گذشت یک ماه توسط 32 جنگنده عملیات نیرو هوایی روسیه نزدیک به و 1623 مورد عملیات رزمی بر علی اهداف داعش در خاک سوریه انجام شد و از طرف دیگه هم داعش دست به یه عملیات سری عملیات بعد از 45 روز از ورود نیرو هوایی روسیه به کارزار جنگ سوریه داعش هم بیکار نشنست دست به یه سری عملیات های تلافی جویانه زد ولی خب تروریستی که مهمترینش این بود که یه عامل انتحاری با حضور داخل پرواز شماره 9268 شرکت هواپیمایی مترو مسیر مسکنت سن پترزبورگ بود که این هواپیما منفجر کرد و باعث شد خیلی از افراد غیر نظامی داخل این هواپیما کشته بشن. خانم حدوداً بیش از 224 نفر کشته میشن. 224 نفر توی حادثه تروریستی کشته میشن. روسیه هم به تلافی این اقدام تروریستی بیش از 20 حمله سنگین بر علیه مقرای رهبران داعش تو پایتخت تخت خودخوانده فکر کنم بوده توسط منبه در لیزری فاب 1500 حملات فوق العاده سنگینی را بهشون متحمل میکنه همچنین عواقب دیگه که برایشون داشت این بود که روسی علاوه بر بمباران زیر ساختاشون تو عقبه یه خط مقدم هوابمایی را آورد که اون تاقو 25 رو سقوط 25 ها جهت حمایت از نیرو زمینی سوریه وارد عمل کرد این چنین توسط اون میل میله 24 هم تونست تو خط مقدم نبر تلفات بسیار سنگین از داعش بگیره به حالا در نهایت موفق شدن در تاریخ ده نوامبر 2015 سرانجام پس از سه سال محاصره پایگاه هوای کویرس این محاصره رو بشکنن و خدمتتون که ارز کنم نیروی دولتی بر حلب و همه اون همش به اصطلاح کنترلشون به دست بگیرن بعد پس از شکست شدن محاصره حملات نیروی هوایی روسیه به همینجا خط نشد به دستور پوتین حملات تری به منظور انتقام از اون عملیات تروریستی مد نظر قرار گرفته شد که 17 نوامبر 2015 بمب های توپولوف 95 و توپولوف 160 برای اولین بارشون هم بود که در این معمولیت عملیات رزمی واقعی شرکت میکردن اصافتی بیش شز... از 6500 کیلومتر رو کردن که هر بمب افکن توپولوف 160 رو 16 تا موشک هدایت دقیق خا 101 و اون با افکن های توپولوف 95 با حمل موشک های هدایت دقیق خا 555 تونستن قلب تحسیصات داعش هدف قرار بدن و تلفات بسیار سنگین ازشون بگیرن بعد از این عملات هم تکتیک نیرو هوای روسی مجدد عوض میشه و جتوی جنگنده به تاکتیک عملیات بکاب و کش روی میارن یعنی اطراف بیابونوی سوریه به گشتنی میپردازن و محل تجمع خودروهای حمل سوخت تجمع خودروها اینا رو مورد هدف مورد اصابت بمباشون قرار میدن که تو همون هم تلفات باز بسیار سنگین از داعش گرفتن واقعا اگه تو یوتیوب و حالا همون آپارات هم جستجو کنید میبینید یه سری فیلم های پخش شده که مثلا تعداد زیاد تانکر سوخت هست یا تعداد زیاد ماشین یا افراد دارن مثلا یه جا حرکت میکنن که مورد اصابت بم قرار میگن اینا همون تاکتیک بکشی هست که نیروه هوایی سوریه در پیش گرفته بود نیروه هوایی روسیه ببخشید به داد عملیات هم در روز حدودا به 134 نوبت میرسید همین تاکتیک شکار آزاد یا بکا بکش همون شکار آزاد به رکورد ساسی نوبت در روز در روز دست یافتن هوایی روسیه حالا پس از اتمام این مرحله خدمتون که عرض کنم نیروهای هوایی روسیه وارد دوره جدیدی میشه که حالا اون که آش پروازا بوده که از حدودا 140 نوبت پرواز به همون حدودا 40 نوبت پرواز 40 صورت پرواز در روز در روز میرسه نظر ناظران نظامی هم این است که حالا این سلسله عملیات هوایی ضد داعش اگرچه حالا منجر به تغییرات گسترده تو داخل خط مقدم درگیر نشد ولی خب خساراتی های بسیار مهمی مخصوصا به درآمدای نفتی داعش تأساد نفتیش وارد شد حال از یه طرف دیگه هم آمریکا هم بیکار نشسته بود اونم توسط نیرو به ستونای لوجستیکی و کامیونای حامل نفت صادراتی داعش حمله میکرد و این اتفاق خیلی جار... اتفاق خیلی جالب افتاد تو این عملیات مجموع عملیات ای این و این بود که برای نخستین بار برای نخستین بار پس از حضور یگانه نظامی شرق و غرب در خاک سوریه خط تلفن هاتلاین میان فرمانده نیروی روسیه و آمریکا برای اولین بار برقرار شد بعد از این هماهنگی و این برقرار ارتباط بیش از هزاران کامیون نفتی گروه تروریستی داعش از بین رفت تا حدی که طوری شد که ابتدای دسامبر 2016 داعش دستمزد نظامیان خودش به کمتر از نصف از میزان قبلی کاهش داد به نظر من از مهمترین رودادهایی که تون این سلسله عملیات های هوایی بود از نظر بنده درگیری نیرو هوایی روسیه با نیرو هوایی ترکیه بود که در تاریخ 24 نوامبر 2015 یه, جنگ، یه فروند جنگنده سخو 24 نیرو هوایی روسیه که رو خط مرزی ترکیه و سوری در حال انجام معمولیت بود توسط یک وروند جنگت ایم 16 ترکیه مورد اصابت قرار میگیره وقت هر دو خدمی این فنسر روسی هم ایجکت میکنن و من یه جایی خونده بودم که یکی از خدماش کشته میشن نتا من اخبار موثقش ندارم که اسیر میشن یا کشته میشن این اتفاق باعث میشه که نیرو هوایی روسیه تصمیم بگیره که جنگنده های رهگی رو برای پشتیبانی بمبافکناش به منطقه درگیری اعزام کنه. در پایانم ممنونم از همه دوستان